تقسیم بندی به حقیقی و دروغین یا واقعی و غیر واقعی، خب به هر حال یکی از معیارهای مهم برای ارزش گذاری است. حقیقی یا واقعی اون چیزی رو میدونیم که با تعریف خودش و با منظور خودش میخونه، و غیر واقعی اون چیزیه که خصلت تقلبی داره، یعنی با نام خودش نمیخونه. بر این اساس میتونیم بگیم رأی واقعی رأیی هست که میخونه با تعریف رأی، یعنی ابراز اراده آزاد. بنابراین رأی واقعی رأیی هست مبتنی بر انتخاب آزاد، در مقابل رأی غیر واقعی رأیی هست به صورت یک شی یا به صورت یک اکت، یک اقدام در یک نمایش دروغین که منظور از اون فقط فریبکاری است. خب این شرایطی رو که در اون رأی واقعی میشه در نهایت به خود مردم برمیگرده. طبعا یک دولت دموکراتیک میتونه در این زمینه کمک کنه، ولی دولت دموکراتیک هم باید بدونیم که در نهایت وجود و پایداریش به اراده مردم، به رأی مردم برمیگرده. استبداد حکومت ترسه. ترس، ترسوندن شیوه اصلی حکومت مستبدان هست. ولی بیایم خود ترس رو که بررسی کنیم، میبینیم در وجود کسی که میترسه این احساس یک مکانیزم دفاعیه و به عنوان یک عکس العمل هست برای دفاع از خود و برای بقا. به این اعتبار خوب و لازمه، ولی از یک درجه که بگذره انسانی که میترسه فلج میشه، و کسی که فلج میشه دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه و نمیتونه به بقای خودش، دست کم به بقای مطلوب ادامه بده. از این نظر هست که ما از یک آستانه میگذریم که از یک مکانیزم دفاعی، یک مکانیزم مطلوب، به یک مکانیزم بسیار نامطلوب تبدیل میشه، که این رو باید شکست، و برای این کار شجاعت جمعی لازمه. ترس مصریه، یعنی از انسانها به همدیگه سرایت میکنه. شجاعت هم مصریه، همواره وجود انسانهای لازمه که شهامت داشته باشن، پیش قدم بشن، در این حال با جمع بمونن تا بتونن این شجاعت رو به همه سرایت بدن. ما نمیتونیم بگیم که جامعه ایران فهمیده تر از همسایگان خودش هست. تقریبا ما همه شبیه همدیگه هستیم و به یک سان خوب و به همون سان بعد چیزهای مثبت داریم و چیزهای منفی داریم. به هر حال این ایرانیان توانایی عجیبی در تحمل دیکتاتوری دارن و از این نظر نمیتونن به خودشون خیلی امتیاز بدن، با وجود مقاومت‌های درخشانی که داشتند. ولی این دوران تحمل استبداد به هر حال خیلی طولانی بود. در میون ما ایرانیان همبستگی ضعیفه و شجاعت مدنی به اون حد مطلوب خودش نرسیده،
گفتم با وجود نمونه هایی از مقاومت که خب قابل ستایش هستند. اینکه چه باعث شد جنبش سبز برآمد مطلوب رو نداشت، خب خیلی میشه در موردش بحث کرد. من فقط به تیترها میتونم اشاره کنم: همبستگی ضعیف، فقدان چشمانداز روشن و امیدبخش، و همینطور نبود یک ساختار رهبری مصمم و توانا. طبعا باید انتظام امور متناسب با ویژگی های محلی باشه، متناسب با اقتضای فرهنگ باشه، متناسب با سنت ها باشه، در این حال که برخی سنت ها رو عوض میکنن، در مقابل اونها به ناچار باید قرار بگیرن و این کار شدنی است، در همه کشورها شده. ولی این رو باید توجه بکنیم که به هر حال انتظام امور خودش وفق میده بر شرایط محلی، چون که استبداد هم همینطوره. استبداد هم ویژگی های خودش رو داره. استبداد جمهوری اسلامی یک شکل، استبداد فاشیزم در ایتالیا یا نازیزم در آلمان یک شکل دیگه ای بوده و تفاوت هایی وجود داره در نقاط مختلف جهان. ولی جنایت در همه جا جنایته و خشونت در همه جا خشونته و شکنجه در همه جا شکنجه است. از این نظر اشکال مختلف جنایتکاری یک در ماهیت مشترکن و در همه جهان هم نمودهای اصلی آزادی و عدالت شبیه به هم دیگه هستند، اختلاف ماهوی ندارد. یعنی ویژگی های محلی نباید باعث بشه که ما تبصره هایی رو وارد کنیم و این تبصره ها باعث بشه این اما اگرها که ماهیت دموکراسی غلب بشه. طبعا در درجه نخست باید ساختار قدرت دگرگون بشه و توافق بشه بر روی یک مکانیزمی برای مشارکت شهروندان و این مکانیزم باید مدام تقویت بشه. افزون بر این لازم مردم، و این خیلی مهمه و تعیین کننده است، اینه که با تشکل یابی دفاع کنن از آزادی و عدالت و توکل نکنن، خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و بتونن پایه‌های دموکراسی رو استوار کنن. طبعا در این دوره یک کار فرهنگی، تربیتی و آموزشی وسیعی لازمه و این رو همواره باید به خاطر بسپاریم که دموکراسی بدون یک فرهنگ، فرهنگ متناسب با اون، پایدار نمیتونه باشه.